دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید هیلاری کلینتون رقیبش از حزب دموکرات باید تحت آزمایش دوپینگ قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که او از داروهای انرژیزا استفاده نمی کند. به نظر آقای ترامپ خانم کلینتون از مواد انرژیزا استفاده کرده است. آقای ترامپ که در جمع هوادارانش در ایالت نیو همشایر سخن می گفت اضافه کرد خانم کلینتون در نیم ساعت اول مناظره تلویزیونی دوم با انرژی خوبی ظاهر شد، اما آخر مناظره به سختی توانست خود را به خود رویش برساند. سومین و آخرین مناظره تلویزیونی بین نامزدهای دو حزب روز چهارشنبه در شهر نوادا در شهر لاس وگاس برگزار می شود و بنا به گزارش ها در حال حاضر خانم کلینتون اوقات خود را صرف آماده شدن برای این رویارویی می کند. اشکان سلطانی و جزئیات بیشتر در این باره. دونالد ترامپ میگوید هیلاری کلینتون آنقدر ضعیف است که برای شرکت در میتینگ های انتخاباتی و مناظره ها دارو به او تزریق میکند. میخواهید حقیقت را بدانید؟ در واقع دارند سرپا نگهش میدارند. آنها دارند این کار را به خصوص برای آخری مناظره در چهارشنبه شب انجام میدهند. ببینید، ما مثل ورزشکاران هستیم. پیش از مسابقات خون ورزشکاران را آزمایش میکنند تا داروی نیروزا مصرف نکرده باشند. ما هم باید همین کار را پیش از آخری مناظره انجام دهیم و من شخصا آماده این کار هستم. ضعف عمومی هیلاری کلینتون تم اصلی آخرین تبلیغ تلویزیونی آقای ترامپ است که اواخر هفته گذشته پخش شد. پرزیدنت آینده ما با چالش‌های زیادی در عرصه بین‌المللی روبروست. ایران مشوق تروریسم، کره شمالی، داعش خونریز، لیبی در حال انفجار، اما هیلاری کلینتون در تمام عرصه‌ها شکست خورده. او توانایی ذهنی، قدرت بدنی و استقامت لازم برای پرزیدنت شدن را ندارد. هیلاری کلینتون doesn't have the fortitude, strength or stamina to lead in our world. در حالی که خانم کلینتون تعطیلات آخر هفته را صرف آماده شدن برای مناظره چهارشنبه شب کرده، رقیب او با تمام توان بر تم تقلب در انتخابات تاکید می‌کند. Instead of being held accountable, Hillary is running for president. به جای حساب‌پس‌دهی، هیلاری در حال مبارزه برای پرزیدنت شدن است. در این انتخابات به نظر خیلی از مردم از سر تا پا تقلب خواهد شد. رسانه‌های فاسد با تبلیغ ادعاهای کاملاً دروغ در مورد من تلاش می‌کنند هیلاری کلینتون را به ریاست جمهوری آمریکا برسانند، اما ما اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی بیفتد و آنها را متوقف می‌کنیم. آقای ترامپ تا به حال چندین بار در مورد احتمال تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 22 روز دیگر برگزار می‌شود صحبت کرده، اما تا به حال هیچ مدرک و شاهدی در این خصوص ارائه نکرده است. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.